زیبا جان، قبل از هر چیزی میگم که ما قرار بود این لایو رو بذاریم برای مثلا یه 6-7 روز دیگه. میگم دارم میخواست بدونم چی شد که فکر دی دفعه عوض شد، گفت که هر چی زودتر میخوام این لایو رو بذارم. ببین، اولا این که من احساس کردم که خب ممکنه، خب بالاخره بچههایی که الان دارن اقدام میکنن که به نوعی پیج منو از بین ببرن، خب به هر حال تلاشی که دارن میکنن ممکنه، درسته که ما یه سری میگن که بابا بی ارزشه فلان، ولی بالاخره اینا انرژی هاییه که اینها دارن به کار میبرن. من با خودم فکر کردم که این مسئله چون برای دیگران شبهه مونده هنوز و من اینو گذاشتم برای روزی که تو قشنگ بخونی و با آرامش بخونی، از یه طرفم احساس کردم که نمیخوام که تو تحت این مسئله به خاطر لایو بخونی کتابو. من خیلی برام مهمه که کتابای منو بچه ها روی علاقه بخونم و چون میدونم کتابام و صفحاتش سنگینه، بعضی وقتا از نظر روحی روانی بچه ها رو درگیر میکنه طوری که طرف اصلا نمیتونه بخونه، ادامه نمیده. نمونه شوهر خودم بود که جمال بود، که بعد از اینکه یه مدتی یه چند صفحه رو خوند و رسید به صفحاتی، بعد یه دفعه گفت زخمه های گذشته من باز شد، حالم به هم خورده و من زمان احتیاج دارم. بعد از یه موقع گفتم باشه، برو هر موقع که دوست داری. نخواستم مسئله وظیفه باشه، یعنی دو تا عامل بود، یکی بچه هایی که منتظر بودن من. یکی این که خودتو. از طرفی هم گفتم که خب ما اینو شروع میکنیم، در یه اندازه شبه ها رو و سوال های بچه ها رو جواب میدم. خوشبختانه دیروز یه دفعه اصلا بدون این که اصلا من انتظار داشته باشم، علی زارعی گفتش که من میخوام یه سری سوالاتی بکنم. اصلا خیلی اصلا من اسپونتانیس، اصلا چجوری میگم فیل بده، رفتم تو لایو بدون هیچ آمادگی و خیلی لایو قشنگی هم شد، خیلی صحبت های جالبی شد و من احساس کردم که خوب به هر حال بذاریم این زودتر انجام بشه، اگر هر کسی دوست داشت بعد خودش میره. بله. خب من آمادم که اول سوالای خودت رو جواب بدم، بعد سوالایی که بچه ها برای تو فرستادن. زیبا جان، چجوری با هم آشنا شدین با شوهرت با علی؟ ببین، من عضو سال 1360 اوایلش، میشه گفت اوایل 60، خب از طرف گروه هم من فعال سیاسی بودم دیگه در اتحاد مبارزان کمونیست که بعداً الان دیگه حزب کمونیست کارگری هست و اون موقع هسته اولیه این گروه مبارزاتی اسمش سهند بود. بچه هایی بودن که خب خیلی فکری بودن و خیلی تئوریسین بودن و چی 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 چی، حالا بمونه. به هر حال ما این گروه کوچیک بود ولی یه گروهی بود که خب به هر حال داشت از نظر اعتقادی مطرح میشد. من در این گروه فعالیتم به یه جایی رسیده بود که به یه موقعیتی رسیده بودم که از اعضای اصلی شده بودم، یعنی تقریبا نمیشه گفت کادر مرکزی اینا نه، ولی میشه گفتش که به هر حال وسط، تقریبا اینجوری، نه خیلی بالا نه خیلی پایین. و این من مسئولیت یک چند تا منطقه رو داشتم از نظر فعالیت سیاسی. بعد ما قرار بود که به هر حال مسئول من یه قراری رو به من میده که من ما یه منطقه دیگه، یه مسئول همردیف من که علی بود، بعد این با هم دیگه یه قراری بذاریم ما این دوتا مناطق زیر دست هم دیگه رو به هم دیگه وصلش کنیم. و به هر حال میدونید دیگه، مثلا فکر کن هرم رئیسای مثلا مسئول یه مرکزی میاد با مسئول دیگه، با مسئول دیگه، اینجوری با هم دیگه صحبت. به من از طریق یه کسی که من اسامی رو میارم، به خاطر اینکه کسانی که اسامیشون هست حتی از طریق کتابای من بچه هایی پیدا شدن، و یک رفیق جوادی داشتیم که مسئول من بود، الان ساکن کاناداست و میدونم که دورا دور منو دنبال میکنه
و خیلی هم از یه طریقی به من به هر حال محبتش رو رسونده، ولی با من هنوز مستقیم برخورد نکرد. من از طریق رفیق جواد یک قراری رو میگیرم، میگه که برو سر این قرار که بلوار کریم خان سر بلوار کریم چیز بود. حالا جالبم اینجاست، الان دارم یادم میفته ها، سر قراری که من با علی داشتم سر بلوار، یعنی کریم خان بلوار چیز بود، بلوار کریم خان و سر ویلا بود. خب یه ویلا بعدها همونجا الان یادم میاد دیگه، همون جایی که در ما قرار گذاشته بودیم، بعدا اونجا شوهر دوم منم محل کارش پاسداران اونجا بود، سپاه پاسداران، منتها یکم فرق داشت. ما سر یه جایی که بالاخره بود اون یکی نزدیک هم بودن دیگه، الان یادم افتاد. هیچی، من میرم سر قرار، خب به من یه رمزی رو میدن از بالا، مثلا تو باید این تکرار بکنی، همین کار رو برای علی میکنن. خب علی اسم مستعارش ناصر بود، من اسم مستعارم مرضیه بود. مرضیه برای پایینیا، مینا برای بالایی ها بود. خب برحال حالا ما حالا فعلا که داریم به من این قرار رو این چیز رو داده میشه و من میرم سر قرار. من سر قرار که میرم پیش علی هم که میاد، من یادم میاد که دانشگاه صنعتی، آخه علی دانشجوی مهندسی بود، مهندس برق بود، مهندس برقی سال سوم، اینو دانشگاه صنعتی که دانشگاه آریا مهر اون موقع بود، حالا شده صنعتی شریف و اینها، حالا نمیدونم الان دیگه چی شده، بلکه دانشگاهی بود که خیابون تهران چیز بوده، خیابون آزاد، اینو با برادر من که فیزیک میخوند اونم سال سه، شوهر خاله من که الان اونم از فعالین سیاسی شو بود، جمال علی هم بود و بهمن هم بود. خب این ستا هم که هم دانشگاهی بودن، من توسط برادرم و بهمن که یه بار دانشگاه صنعتی که رفته بودن اونجا، من گروه صحن دیده بودم یه اتاقی دارن، به هر حال بچه های مبارزی، یه لحظه تصویری، یه تصویر محوی از علی تو ذهن من بود که اینم جزء از تو اون اتاق گروه بچه های سهند بوده. این تصویر محو از اون تو ذهن من بود، ولی ما با هم برخورد نکرده بودیم، ولی اینو این سکانس اینجا داشته باش. انقدر دوست دارم درباره اینا حرف بزنم، به خصوص در مورد موقعی هر جاش که فکر کردی یه موقع دیدی یه ذره مثلا اون فکر اون موقع رو میکنی، ناراحتت میکنه، یا یه خاطراتی رو برای زنده میکنه، هر جا خاصی نگو در موردی صحبت. آره نه، خودم آره مرسی که اینو گفتی، ولی فعلا که حالا لذت میبرم، ولی احتمال این مسئله هم هست به خاطر اینکه دیروزم بعد از این که من با لایو با علی زارعی داشتم، بعد من بعدش احساس کردم با مسائل دیگه که بود یه مقدار یه قباری توی وجودم اومده بود که حالا کار ندارم اون بمونه، ولی حالا فعلا که الان لذت میبرم دارم تعریف میکنم. علی تصویرش بود توی ذهنم از اونجا. خب این تصویر توی ذهن من رفته بود دیگه که بعد بچه هایی، ولی خب باش برخوردی نداشتم. این وقتی میاد سر بولوار کریم خان و نمیدونم ویلا اینجوری، خب این میاد رمز خودشو به من بگه. ما مثلا یه دستمون یه روزنامه داشتیم، اون دستش یه ساعت داشت، هر کدوم یه رمزی داشتیم، از بالا به ما گفته بودن. ما از طریق این رمزها این کسی که سر قرار میرفتیم و میشناختیم، چون سال 60 بود و سال 60 داشت وضعیت به هر حال بحرانی میشد. ما هم عضو گروهی بودیم که گروه ضد جمهوری اسلامی و شعارهای تند، اعتقاد به مبارزه مسلحانه و سرنگونی نظام رژیم جمهوری اسلامی، اینه که به هر حال لیلی چی میگن که چیز نبودیم که لیلی به لالامون نمیذاشتم، بلکه دیگه مبارزه بود دیگه. هیچی که سر قرار میرم علی رو اونجا میبینم، ولی وقتی که میادم اون لحظه
خب من به جای اینکه اون جمله رو بگم یه لحظه اون تصویری میاد که از دانشگاه صنعتی داشتم اینو، بعدا دیدم که هم با محمد دوست بود برادرم و هم با بهمن دوست بود و بالاخره اینا هم دوره بودن و اینا تو دانشگاه هم دیگر. ولی وقتی که میاد جلو من به جای اینکه این رمزو بگم لبخند میزنم، یه لبخندی میزنم که یعنی انگار من تو رو شناختم این چیزو. بعد میاد و خب ما رمزمون رو میگیم و اون میگم میگه اسمش چی، میگم مرضیه، اون میگه ما ناصر، من میگم که یه همچین چیز صحبت رد و بدل میکنیم و صحبت. ولی گفتم ببین ما تا اومدی فهمیدم خودتی، اونم گفتش به هر حال این رابطه به وجود میاد و همون موقع من میبینم که خیلی حس خوبی رو داشته به من. بعد منم بهش گفتم که کجاست رفیق مسیرت، گفت من موتور دارم و گفتم منو برسون تا اونجا، گفت بپر بالا و فلان. و به هر حال من هی دیدم که این قرارامون رو می‌خواستیم، مثلا قرارامون رو خیلی طول میداد من گفتم بابا ما 10 دقیقه باید همدیگر بیشتر نبینیم، گفت من خیلی خوشم میاد باهات حرف بزنم. الکی یه دفعه زنگ میزد میگفت ما باید این گروه رو کار داریم فلان اینا. بعد میرفتم این زنگ که گفتم بابا این کار خیلی مهمی که نیستش که تو منو سر قرار کار اینا رو رمزا رو به هم بدیم و یا کارامون انجام بدیم تموم بشه. گفت من میخوام یه چیزی بگم تو سومین جلسه من خیلی احساس خوبی به تو دارم و میخوام که با تو یه رابطه. خیلی با جرأت و خیلی چیز گفت من خیلی ازت خوشم اومده. گفتم چقدر خوب. ولی اصلا تو این افکار نبودم دیگه. بعد دیگه بعد گفتش که من دوست دارم با تو ازدواج کنم. بعد من گفتم من میدونی که ما تو مسیری که هستیم، مسیر ما مسیر مبارزاتی، مرگ، زندان، فلان اینها، من اصلا به ازدواج فکر نمی کنم. این که دید من با ازدواج موافق نیستم و اینها، بهش یه فکری کرد، خیلی پسر زرنگی بود و با خودش گفتش که من یه فکری دارم و اون این که اگه ما با هم دیگه ازدواج بکنیم ما میتونیم خونه تیمی تشکیل بدیم، به گروهمون خیلی کمک مبارزاتی بیشتری میشه. بعد یه همون گفتم راست میگه، ما اون موقع میتونیم خیلی کار رو تو خونه تیمی انجام بدیم و فلان اینا. گفتم که بعد گفت خب تو بیا همینطوری با من ازدواج کن دیگه، بیا همینطوری با من ازدواج کن. بعد دیگه ما خیلی بچه نازی بود، بعد گفتیم تو همینطوری با من ازدواج کن. بعدش دیگه خب به گروه به نفعش میشه. گفتم بذاره فکر کردم، گفتم که خب من که فرقی نمی کن، ازدواجم چیزی نیستش. راست میگه دیگه. گفتم عجب فکر خوبی داری، ازدواج کنیم. آره باشه. بعد گفتش که گفتش من اولم گفته بود که آخ ببین اصلا حتی دوست نداشتی مسئله این نیستش که ازدواج میکنیم، نخواستی طلاق میگیری. آره دیگه اینجوری. آره. که منم گفتم بودم راست میکنی، راست میکنی ازدواج میکنم اگه نخواست طلاق میگیریم دیگه. بعدش گفتم آره فکر خوبیه رفیق، اینجوری اینجوری. بعد یه دفعه با خودش گفت ولی کیه که طلاقت بده، کیه که طلاقت بده. من اینم باحال بود، خندیدم. هیچی آشنایی ما، حالا من وارد این چیزا نشم چون دوست دارم حرف بزنم این چیزا رو، ولی آشنایی ما از گروه سیاسیمون تشکیل چیز میشه و بعد دیگه این کارو که میکنه و بعد میگه که من میخوام باهات ازدواج کنم. من گفتم من باید با رفیقم با رفیق جواد حرف بزنم. رفتم رفیق جواد گفتم که رفیق جواد ناصر این مسئول فلان اینها یه همچین پیشنهادی داده، به نظر شما با گروه تجرس بزنی، اگر به نفع اوناست ما این ازدواج انجام بدیم، برای من فرقی نمی کنه. که اصلا حسی نداشتم. بعدش حس بلی اینقدر که این پسر بدونی دوست داشتنی بود، منو یه چیزی رو در من، مثلا فرض که این کاراری که میکرد منو انگار یه حسی رو در من بیدار میکرد، ولی من خیلی زمختر از این بودم که مثلا حتی اصلا حس عشق عاشقی اونا تو ذهن من بیاد و اینها. بعدش رفیق جواد گفتش که خیلی خوبه، پیشنهاد خوبیه، من با گروه هم مطرح میکنم. گروه هم گفتش که آره خیلی خوبه، ما ناصر و نمیدونم فلان بهمان و اونا اوکی دادن.
من اومدم گفتم وقتی دیگه رفیق جواد، چون میدونم الان تو کاناداست و خیلی از مسائل منم شاید دنبال میکنه، البته من تا حالا باهاش صحبت نکردم، امیدوارم این جریان باعث بشه که اصلا این چیز بشه، این ارتباط برقرار بشه. محافظه کارتر از اینو هستن که بیان نزدیک دیگه، چون همش پرستیژ های اجتماعی و سیاسیشون حفظ بشه. فکر میکنم الان که گفتیم تو کانادا هست رفیق جواد، فکر میکنم حالا اگر ممکنه حالا یه درصد چند درصد اشتباه باشه، فکر میکنم همین آقا بود که سیاوش توی لایو به من گفتش که من پرسیدم گفته حتما باید بدونم اسم مستعارش چیه، بدون اسم مستعار ممکنه من ندونم کیه، که به من سیاوش گفت برو از زیبا بپرس اسم مستعار چیه، بگو که خب شما تو کتابات گفته بودی اسم مستعارتو. آره، ولی من فکر نمیدونم، امیدوارم حالا سیاوش هم باش ارتباط داشته باشه، ولی این کسی که چند وقت پیش با من، الان یادم نمیاد کی بود، گفت زیبا میدونی کتاب تو رو خوندن بچه ها، بعدش اون رفیق جوادی که تو اونجا تو مسئول تو بود، آخه یه اتفاق خیلی بامزه‌ای هم با این جواد افتاده بود. بگم یه ذره بچه ها بخندن. ببین ما خیلی خشک بودیم دیگه، برخلاف این که الان لاستراپی رو بگیم و بخندیم و اینجور چیزا داشته باشیم، اون خیلی خشک رفیق فلان بهمان و اینا، بس سر قرار فقط حرکت مواظب باشیم، فقط دست خیلی سرد خیلی چیز میدادیم، مثلا اینکه مثلا محبتی و دوست داشتنی و لبخندی و قش هیچی. یه بار ما با این رفیق جواد با اون داشتیم خیابون، نمیدونم گاندی بود کجا بود، داشتیم میرفتیم، من از این دامنای گشاد پلیسه یه چیز پوشیده بودم، بعد با یه چیزی مثلا ظاهره که مثلا غلط اندازم نباشه که ما خیلی چپی و فلان اینا هستیم، داشتیم میردم قرارامونم با 10 دقیقه بیشتر تو اون زمختی و تو اون چیزا، یه دفعه رفیق فلان و بهمان اینا که باد وحشتناکی وزیدن وزید، یه دفعه آقا این دامن منو تلخ صورت من کسب بود، اون موقع هم یکی تمام این حالا خوبه شما مثل الان نبود که شورت نپوشم، کس و کنهایی منو نگاه کن، این فقط این خند چیز شد چه دلیل یادش بیاد نمیدونم، این اونجا خودش خواست چیز کن، من حالا بگم نگفتم مثلا بابا حالا چیزی نیست، فل داشتم میمردم از خجالت که این باده اینجوری کرده، ما همینطور با باره اینم یه خاطره شد، هیچی حالا بگیم دیگه بقیم بگم زیبا. اصلا کلن تو این مدتی که نمیم چند سال با هم دیگه زن و شوهر بودین که بعد گرفت از تو، نمیدونم دقیقا، میگم اصلا به تو این چند وقت احساسات نسبت بهش عوض شد که دوستش داشتم؟ آره ببین مامان من چون میدونستش که آه این که بعد وقتی ما خبر اینو دادم که رفیق بالا اول گروه هم مثل این جریان این اوکی داده، گفت من میام خواستگاری، من میام خواستگاری. حالا من گفتم که باشه بیا، هیچی تک و تنها بلند شد بدون پدر و مادر و اینا اومد خونه ما، منم گفتم آجان مامان دوستم اومده اینجا میخواد با شما صحبت بکنه. بابام هم یه روزنامه میخوند اینجوری، علی نشست و ایستاد جلوش و بعد گفتش که آره من عاشق دختر شما شدم و فلان و بهمان و اینا دیگه، من اونجا اسم اصلیمو گفتم بهش بس. گفتم من اسم اصلیم سیباس بیان دیگه، آدرس خونه اینا رو دادم، یه چند جلسه که گذشته بود. هیچی مامان من اونجا برگرد، بابای من یه لحظه از روزنامه رو پایین کشید، دید که چه پسر با جرأت اینجوری اومده، چیز کرد گفت تو داری اصلا یه همچین حرفی میزن. مامان من سریع برگشت گفتش که حاجی من کار دارم با این، گفتش هر کی شده ما باید با این موافقت کنیم.
این چیزی که من در این سیبا میبینم، این اصلا انقدر تو مسائل سیاسی و کمونیستی و اینجور چیزا رفته، این شاید ازدواج بکنه از این چیزا بیاد بیرون. این نمیدونستش که مثلا علی من اصلا به این خاطر ما با اون گروه، مامانم گفت اصلا شاطر نونوایی هم شده، ما میگیم آره شاید این من غلط کردم اگه گفتم فلان خواستگار بشه فلان خواستگار نشه. بس همین سری هر دوتاشون اوکی دادم، گفتم تو فقط ازدواج کن نه برو. آره هیچی، ما اینجا با مناسبت ها رو خواستیم که انجام بدیم. ببین کل رابطه من، یعنی از رابطه شروع که شد تا موقعی که من از علی رو یعنی به دستگیر شدم که 27 آبان بود، 8 ماه میشه، 8 ماه کل رابطه من با علی میشه. ولی ما شهریور ازدواج میکنیم، شهریور ما بیایم شهریور، فکر کنم چندم شهریور بود، 19 شهریور خودمو نمیدم چند بود که نزدیک 2 ماه و نیم حساب کرده بودم، 2 ماه و نیم میشد که ما ازدواج کرده بودیم. ولی از همون موقع که من به این اوکی دادم بابامم، یعنی گفتم من میخوام با تو ازدواج بکنم، گفتم بکارت مکارت من قبول ندارم، مگه میخوای با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم؟ اینم چقدر خوشحال گفتم بعد مثلا بهش گفتم اگه خواستی من خب من حس جنسی و اینجور مسائل و اینا رو اینجوری نداشتم بگم عاشقش بودم، بلکه همه روی اعتقادم بود که یعنی چی بکارت چیه، چرت و پرته، نمیدونم فلانه، اصلا باید مثلا قبل از ازدواج اصلا بکارت بره، یه همچین چیزایی که مثلا حالا فکرایی که داشتم. حالا کار نداریم کل، ولی برادرش یه چیزی که میخوام بگم که خیلی یا شاید در رابطه با این مسئله مرگ علی من رو دخیل بدونن، این چیزاییه که خودشون از مسائل کتاب من فاکت میگیرن به خود بر علیه خود من استفاده میکنن. ما وقتی که اصلا کلن ارتباط حتی جنسی و عشقی و عاطفی من بیشتر تو مطب برادرش بوده، حسین رضایی. خب و این گفت من برادر بزرگم هم تو رو معرفی کنم. من رفتم، منو یادمه منو میبره پیش برادر بزرگش، وای میسته اونجا، منم که منو که میبینه برگشتم، منم مثل که اصلا این راز نداری انگار از کوچیکی مقدار بنیادم تو من، برگشتم گفتم که من اول از همه مبارزه برام مهمه بعد ازدواج. این حرفو که من میزدم اینقدر این حسین، دکتر حسین بعدش اومد گفتش علی من نمیذارم تو با این زن ازدواج کنی، با این دختر ازدواج کنی، این دختر تو رو به کشتن میده. این تو چشمای من نگاه کرد گفت اول مبارزه بعد ازدواج. گفت من واسه همینه که شما عکسای عروسی منم نگاه بکنید، من آخرین عکسی که دارم علی حسین آخرین لحظه میاد، نیومده بود تا واسطه میشن همه این چیزا، واسطه میشن میگم بیا، گفتش بعد علی مقابلش وای میستن، همه وای میستن، این میگه نه، یعنی من عاشق این دختر این زن شدم، سیبا، یعنی طوری بود که تمام اعضای خانوادش، یعنی یک نفرم نبود، اینقدر که این علی رو میپرستیدن، اینقدر که این علی رو دوستش داشتن، یعنی هر کی میمد میگفتش که عشق علیه سیبا، و این سیبا یعنی یک نفر توی فامیل اینها با من دیگه مخالفت نمیکنه. میدونی یعنی اصلا عاشقانه همشون، و اون فقط تنها کسی که مخالفت کرده بود برادرش بود که گفت من اینو میبینم که این میده کشتن میده. خب علی از موقعی که با من ازدواج میکنه افکار سیاسیش عوض میشه، میدونی اصلا عاشق میشه.
چجوری عوض شد؟ الان بهت میگم چجوری. من اینا رو نمیدیدم، من اینا رو نمیدیدم. مثلا میگفتش که شب نمون جایی، من دوست دارم شب با هم باشیم. گفتم نه گروه، ما جلسه داریم، من فلان داریم، من بهمان داریم، ما باید این چیز کنم. بعد میگفتش که مثلا از نظر بوسیدناش، از نظر رفتارش، من اصلا مثل حالتی بودم که انگار مثلا میگفتم که کی ازدواج میکنیم، این گروه خونه رو چجوری تشکیل میدیم، نمیدونم تخت، توی تختا رو خالی میکنیم، لولاهای خونه تیمی رو اینجوری میکنم، هر چی من فکر میکردم. بعد میگفتم که عروسی میگیریم، بعد این پولش رو جمع میکنیم میدیم به گروه، پول عروسی انگشتر فلان میکنیم. حتی اون موقعی که ما نامزدی میریم، من به علی میگم بیا دزدی کنیم، همین رفیق جواد انگشتر رو داره، انگشتر که اون میتونه اقرار کنه. علی میکشه، یعنی چی؟ گفتم نه ما دزدی میکنیم، هیچکی به ما شک نمیکنه که موقعی که ما میخوایم نامزدی، حلقه نامزدی رو، همون حلقه ای که بعدا من میدم به دفتر رهبری برای جبهه ها، خب حالا اونجایی که داریم میخریم، خب تو فکر کن دو تا خانواده شیک، خانواده اونا بسیار شیک اروپایی، خانواده ما یه مقدار سنتی بودن ولی بسیار اینا مثلا اینوری شیک. داره. کسی شک نمیکنه که به ما، منم گفتم علی امکان نداره به ما شک کنم، چون خود کسایی که گفتم هر وقت تو فقط حواسو پرت کن، من دزدی میکنم، من میدزدم. چرا میخواستی دزدی کنی؟ چرا خب برای ببین همینو میخوام بگم، علی فقط شده بود انگار هر کاری من، منو رضایت منو به دست بیاره. من گفتم که حتی من تو اون وهله نامزدیمون به این فکر نمی کردم که مثلا چقدر قشنگه، نگاه می کردم گفتم که کدومو بدزدیم، کدومو برداریم، کدوم گرونه، کدوم بعدا به گروه میتونیم بفروشیم، به کمک مالی بکنیم. بعد مثلا میخواستیم، بعد مثلا همه محاسباتم، همه چیزام، ببین اینا رو میفهمید مامان من، بابای من اینا میفهمد. گفتم خب حالا شاید این یه ذره عوض بشه. حالا وقتی هم که دزدی رو خواستم بکنم، علی در واقع به خاطر اینکه من میدید دیگه، چون از اولم گفته بود که خب من با تو، من گفته بودم من برای گروه دارم ازدواج میکنم با تو، ولی امید داشت، این امیدو داشت که با قلبش منو تسخیر میکنه، با عشقش منو تسخیر میکنه، خوب. با حالتهاش منو تسخیر میکنه، میدونی؟ و این امیدو داشت. مثلا این عشق ورزیش واقعا بعدها مثلا من میدیدم که چقدر این دیوانوار دوست داشت، میدونی؟ و حاضر شد. حالا بعدها اینو من تعریف چیز میکنم دیگه، میگم بس همینه که خیلی ها که میگن من اون، حالا میرسم به اونجا، امیدوارم اوکی بچه ها، مثلا لایو من ممکن از یه ساعت ها باشه، اگه زیبا خسته نشه، اگه یه موقعی سر یه ساعت تموم شد دوباره بلافاصله یه لایو بعد بذاریم، یه دونه باشه. فقط این کامنت ها رو باز نکن تا من بگم، خب؟ باشه، چون که نمیخوام تو اون اتمسفری که الان به علی فکر میکنم یه نفری یه حرفی رو ببینم. آره، بعد این حالتی که داشتم که در مورد چی داشتم، آره، اون موقعی که مثلا دزدی، خب علی واقعا دوست داشت مثلا برای من یه لباسی بگیرم، گفتم لباس برای چی بگیریم، خرجمون فلان نباشه، اون چیزایی که برای من میمونه نمیخوام، اون چیزی که بگیریم که میتونیم فردا به پول تبدیلش کنیم، یا مثلا هر چیزی که به پول تبدیل کنیم که به چیز، همه این چیزها همش نقشه بود. تا لحظه ای که ببین تمام برنامه عروسی رو من ریختم، تمامشو، از این که لباس مثلا چی باشه، چی چجوری داشته باشیم، فلان کیکو چجوری بریزیم. بعد گفتم لباس عروسی چیه؟ لباس عروسی ما نمیخوایم، برای چه لباس عروسی؟ من یه دونه به آذر خواهر شوهرم گفتم یه دونه به پیرن سفید برای من گیر بیار، یه پیرن سفید که همسایه بالاییمون داره، گفتم بگو همون یه روزه بده به من، من فردا بهش میدم. بعدش هم یه دونه با علی که داشتم میرفت، گفتم علی ارزون ترین چیز از این دامنایی که اگه شما عکس منو نگاه کنید تو این چیزا
بچه ها نگاه کنن، دامنه از این پلیس ها که میزدن بیرون، دیدی که یه سری از این مغازه ها لباس های ارزون که اگه حتی کسی هم بدزده براشو مهم، لباس های گرون و اینا رو میزدن پشت ویترین دیگه، درسته؟ میخوام ببینم صدات ضعیف نشه، صدا ضعیف نشده که نه صدا خوبه، صدا صحیح. بعدش پر پر دامن هزار تومن خودم خریدم. گفتم علی ول کن لباس عروسی، پر بعدن لباس عروسی رو میخوایم چیکار کنیم؟ این هزار دامنه رو گرفتم، صندلی نمیدونم 500 تومانی، صندلی که سفید، گفتم ولش کن سفید. اگه عکسای منو نگاه کنین بعد میبینه با این صندل سفید، یعنی دمپای کفش نیست، مالنده چیه. بعدم همین اینا با منه. بعد آرایشگاه اینا که نرفتم که. به اون یکی شوهر خواهرم سیاره. اومد گفتش که بیا من صورتتو، من نمیستم دکلره مکلره چیه. گفت یه ذره دکلره بکنم. بعدش گفتم نسوزونی منو نمیدونم چی چی، حالا منم نازنازی، حالا کار ندارم. یه ذره اینجوری کرد و بعدش من یه روژ خودم اصلا چیز میزه اینا. بعد موهام هم که سشوار کشیدم. حالا تو فکر کن عروسی مهمونا همه جمع شدن من تا ساعت یک ظهر، چهار عروسیه، ساعت یک ظهر من قرار تشکیلاتی داشتم، 10 تا قرار داشتم، اینو برو اونو برو اونو برو. بس سری رفتم کیک سفارش داده بودم، رفتم بودم کیکر من میگیرم، یه پیکانه نمیدونم یه پیکان داشتیم اون موقع، اون پیکان ما بابام بوده چی بوده، اونو گرفته بودم، سریع رفتم کیکر رو گرفتم فلان، به علی هم گفته بودم علی تو عروسی هم دیگه رو میبینی تو خونمون، عروسی هم کجا خونمونه هیچی، من با یه دونه پیرن فلان تون 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 رفتم کیکر رو گرفتم، قرار رو انجام دادم، یه دونه اومدم، همه میگن عروس کو عروس کو اومدم عروس کن عروس کن، من گودن عروس میادم، دیدم سب مهمونه اومدن، عروس زنگ در رو زده، دارم میگم باز کنید باز کن، رفتم گفتم یکی کیکر رو بگیره ببرید بذاره اینجا، من الان برم موامو درست کنم و یه روش بزنم اینا، دم درم یه سری دوستای کسایی که اومدن مثلا عروس داره میاد، گفتم الان میام الان میام رفتم بالا دیدم علی اینقدر یه کت شلوار سرمه‌ای خوشگل پوشیده. اون رو گفته بودم قرارمون تو عروسی دیگه، وایستاده اونجا چند تا، گفتم علی چقدر خوشگل شدی، چقدر خوب، اینه منم همین الان بذار این لباس ها رو بپوشم و پوشیدم و ماما اینجوری کردم و یه دونه روش از این چیز زدیم و مثلا اومدیم پایین رو رفتیم، یه دونه آهنگ خودم انتخاب کرد و خیلی آهنگ قشنگی بود، توش میگفت سی با، اصلا نمیدونم چی جوری بود، اینا آمریکای لاتینی بود، همه با اون عکس چیز رقصیدیم، علی خیلی رقصش قشنگ، هیچی دیگه. به هر حال ما شب زفافمونم که اون شب بود خونه یکی در شب زفافمون میدونی چجوری شد، بعد رسیدیم به اون خونه که برادر یه برادر برادر نمیدونم برادر شوهر شوهر خواهرش برادرش یه خونه به ما داده بودن مثلا اونجا باشه، تخت اینا چیزه یه جای قشنگ انداخته بودن، عروس و داماد میرن اونجا، من فقط میگم علی میچی انقدر خستم صد تا کار کرد، همونجا میفتم شب زفاف من فقط بغلش خواب میرم، آره دیگه. اینقدر این پسر مهربون بود که از اینکه مثلا انتظاری یا اینکه خیلی بسره، یه خاطرات خیلی جالب این چنینی داشتیم. حالا بگذاریم، منظورم این بود که من انگشتر رو بدونستیم بدوزیم، آره انگشتر دوست، اون انگشتر یکی برای من شد، یکی برای علی خریدیم تو اون انگشتر دزدیدن، من یه دونه تونستم یه انگشتر مردونه بدوستم، جرات نکردم زنونه بدوستم. بعد که اومدیم هیچ کس نفهمید ما اینو دزدیدیم، فرداش من اینو بردم دادم به رفیق جواد،
گفت این چی؟ گفتم ما تو جلسه ار نامزدیمون که داشتیم انگشتر میخردیم من اینو دزدیدم، این مالشون. حالا اونجا که داشتیم میرفتیم جاهای دیگه، کیف های مخواستن برای عروس مثلا کیف بخرن، من اومدم یه دونه کیفم بدزدم، مامانم دید. بای مامانم دید گفت چی کار کرد، میکشمت فلان فلان شده، دست بردار از این کار، چی کار داری میکنی؟ گفتم خب ما هیچی غلط کردم، من اونجا چیز کردم نگفتم غلط کردم، سعدی دیگه دزدیم قد شد، خوب شد. یعنی کیفارو که حالا کیفارو چکار میکردن، حالا کیف درست حالا بیا بوره ببر بده، خوب شده مسئله. ولی دوز مامان بگن عروس رو میگرفتن به جرم دوزی. آره واقعا. ولی خب دیگه من بعد از اینکه زینب شده بودم اومدم انقدر رفتم من دنبال این چیز، دنبال این جمعه، اینقدر طلا فروشی ها رو گشتم 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 که یادم بیاد که کدوم بود که برم بگم آقا جان من از شما این انگشتر رو دزدیدم، هر چقدر میخوای یه انگشتر بهت بدم یا پولش رو بدم یا هر چی که بود. هر کاری کردم یادم نیومد که نشد دیگه، اینقدر زیاد بودن نیومد چون سال گذشته بود. آره. ولی خیلی گشتم، خیلی گشتم که جبران کنم. به هر حال ما سال شهریور ازدواج میکنیم. بعد از اینم در مورد مهریه هم بگم. مهری من اعتقاد به مهریه اینا نداشتم که. بعدش اون موقع چیزه گفتم من مهریه اینا اصلا علی ول کنین حرفا رو، هم بکارت و هم این چیز سنت مونت و اینا رو بل کن، مهریه هم میگه. بعدش بابای من خوب میگفتش که نه دیگه مهریه باید باشه. این اومدم دیدم که از یه طرف بابام میگه مهریه، از یه طرف هم میگه که چیه چیزه این خواهر شوهر من آذر که خیلی اون حالا داستان داره. من خیلی چیزای من بعد از ازدواجم که وقتی از زندان اومدم بیرون هیچ کدوم از اون جواهراتم و اینه هیچ کدوم به من ندادن، هیچ کدوم از اون وسایلی که داشتم نداشتن. ماشین داشتیم، ماشین اژیان داشتیم من و علی، به اسم آذر کرده بودیم به خاطر اینکه تو گروه های تشکیلاتی بودیم. خب مثلا اگه دستگیر شدیم این از بین نره، خب مصادره نشه که به اسم اگه ما باشه. خب اینم به من ندادن هیچ کدوم از من، فقط اون انگشتره دست مامان من بود، گفت بیا اینو بگیر دیگه اینم مال تو. خب از آذر اینجا یه لحظه چیز کرد، اومد مثلا طرف برادرشو بگیره و اینا، گفتش که مهریه نباید زیاد بشه. گفتم آذر بیا اینجا بشین، چقدر میخوای؟ هر چقدری که بابای من بگه من به شما الان اونو شما قبول بکنید، بابای من اینجا این ازدواج من اینجا کتفم به شما بگم همشو بخشیدم. گفت این کارو میکنی؟ گفتم آره میکنم. بعد رفتیم توی سند چیز محضر بابای من گفت اون موقع 1,000,000 تومان خیلی زیاد بود دیگه. گفتم چقدر؟ سعی کردم گفتم آقا جان به چی راضی؟ من به این چیزا اعتقاد ندارم اینا. گفت نه دخترم باید حداقل 1,000,000 تومان باشه. اون موقع 1,000,000 تومان خیلی زیاد بود مثلا. گفتم 1,000,000 تومان هم راضی شد دیگه. اومدم به شبانه یه کاغذ نوشتم امضای رسمی این چیز، گفتم من مهریه‌مو به تو علی فقط به خاطر اینکه خواهرت و خانوادت راضی بشن، من به مهریه اعتقادی ندارم، اینم مال شما، من نمیخوام. من گفتم برای چی با تو ازدواج میکنم، اینم از این مهریم. به هر حال ما خانه تیمی هم داشتم درست میکردم. من کجا؟ خواهر شوهر دیگه من سیاره که عاشق علی بود، شوهرش قلبان بود، خلبان تو جبهای جنگ کشته شده بود توی خلبان که عراق در رابطه با عراق، این شده بود خانواده شهید شده بود دیگه، به اینا داشتن تو بنیاد شهید خونه میدادن. این سیاره گفت من این خونم رو به شما میدم. حالا من دارم حالا تو بنیاد شهید یه گروه خونه تا
جینی وسط خونه بنیاد شهید داشتیم درست میکرده. حالا من دارم میرم، علی هم میشه رنج میکشید از این. گفتم علی مبلی بگیریم که توش بتونیم خالی کنیم، اسناد رو جاسازی کنیم، ما باید فلان چیزی رو بگیریم، باید اینجوری باشه اینجور. بعد این میگفت بریم زندگی کنیم، بریم فلان کنیم. گفتم اینا از اینا خبری نیست، چی میگی؟ میدونی؟ بعد مثلا وقتی میمد مثلا با من، حتی وقتی منو بغل میکرد میبوسید، ببین صحنه هایی که یادمه، خب خیلی براش رنج بود. آره. خیلی. مثلا من میگفتم تو با من سیکس کن، من مقالمو مینویسم. میتونستی؟ آره میگفتم تو الان با من هر کاری میخوای بکنی بکن. من مثلا میگفتم ببین، یعنی میخوام بگم اینقدر فکر من، یعنی مثل یه چیزی بودم که واسه همین از سیکس با علی من هیچ حسی ندارم. هیچ حسی. در حالی که واسه همین که جمال وقتی با من آشنا شده بود میگفت تو دختری. گفتم بابا جان چی میگی، من کلی با این سیکس کردم. گفت نه تو دختری. اصلا کسی به یعنی درونن احساس میکنه. البته بعد از بعد خودشم میگفت تو زن نیستی، هر کسی میرسید میگفت تو زن نیستی اصلا. نه اینکه فکر کنی مثبت میگفتن، به خاطر اینکه حس زنانگی توی من نبود. من تا خیلی تراپی شدم، خیلی چیزایی در من ایجاد شد تا این حس در من بیدار بشه. اما حالا بیایم سر علی. ببین علی یه حالت عاشقانه مسائل اینا رو به من داشت. مثلا من یادم نیستش که اصلا من خون نیومد. باور میکن هیچ وقت این براش مطرح اصلا توی فکرهای دیگه بود. اصلا اینقدر یه بار اومد دیدم پیش من، گفت مثلا یه بار بگه باکره ای باکره نیستی. من مثلا یه لحظه بلند شده بودم یه بار یه لکه اینقدر کوچیک که اصلا نمیشه گفت خون. گفت شاید به کارت و اینو میگن اینه. من نمیدونم که نه اون فکرش توی این مسائل بود، من نه من فکرم توی این مسئله بود. بعد ببین یه روزی یه دفعه دم اومد گفتش که من میخوام یه اعتراف بکنم. گفتم چه اعترافی میخوای بکنم؟ دیدم انقدر ناراحت. من قبل از این که با تو آشنا بشم یه بار توی دیسکوی دختر رو بوسیدم. بوسیدی خب بوسیدی که بوسیدی، نه من نباید اونو میبوسیدم. چون دوست داشتم بذارم پنجره رو ببندم. اصلا میدونی اصلا برای من عجیب بود این حرفاش. میگفتم یعنی که علی اول با من آشنا نبودی؟ خب بعد بوسیدی که بوسیدی. نه من مثلا میدونی میخوام اینا رو بعدها میفهمیدم که این انقدر محو چیزای من بود، محو زندگی با من. و به مرور اینو بعدها توی یه دختر دیگه تو زندان دیدم که با یه پسری عاشق یه پسری شده بود که این پسرم فقط توی افکار سیاسی بود. میدونی تمام حالتهای این دختر مثل حالتهایی بود که علی به من داشت. حالا اونم پسره رو اعدام کردن. اصلا دیوانه وار. اصلا همون که توی کتابم نوشتم که مثلا میگفت محسن محسن مثلا داد میزد، میگفت مثلا من قبل از اعدامش مثلا بهش چیز کرده بودم، میگفت من اصلا کار نداشتم به سیاست این، من فقط خودشو دوست داشتم. اینم اصلا توی این مسائل با من سیاسی، یعنی کافی بود من بهش بگم که اصلا بیا این چیزا رو بذارین کنار، از خودش بود. ولی فقط میدید که منو از طریق سیاست میتونه پیش بیاره ببره. حالا این از این. تا این که من اون توی تو چیزایی بود، توی مسائلی بود، منم توی جریان ها تو گروه های خودم رو داشتم، همش فعالیت سیاسی 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 همش اینو. تا این که خب به هر حال من روز 27 آبان در رابطه با گروه چیزی که داشتم دستگیر میشم. دیوام همینجا اینو نگه داریم، همینجا من اینو سیف کنم که الان مال زندان تو از توی یعنی لایو بعدی شروع کنیم.